بعد از اوکراین فیلم سلام مومبی کمتر کسی باشه که با این چهره زیبا آشنایی پیدا نکرده باشه. اما خب تو هند او با اولین فیلمش که یکی از بهترین فیلم‌های رمانتیک ساخته شده در هند هست به شهرت رسید. این فیلم عاشقانه با عنوان میخوام در قلب تو باشم یکی از فیلم‌های مورد علاقه منه و برای اونایی که هنوز ندیدن پیشنهاد میکنم حتما تماشاش کنید. خب بریم و فیلم رو از اول شروع میکنیم. با من باشید. مهدی شاستری پسر صاحب مغازه موسیقی است که او امیدواره پسرش مهدی روزی مغازه او رو تصاحب کنه. در عوض مهدی یه آدم بد اخلاق تمام عیاره. در مورد تحصیل جدی نیست و در کالج خود نیز بدنامه. در مقابل او رقیب سرسخت او راجیب یا سم هست. یه دانشجوی نمونه که مهدی دائما با او اختلاف داره. خصومت او رو تا جایی پیش میره که مهدی حتی سعی میکنه سم رو قاب بگیره. بعدن در جشن فارغ التحصیلی سم مهدی دوباره سعی میکنه او رو به چالش بکشه، اما این بار سم نمیخواد در چنین روز خوبی دعوا را بیاندازه. او فارغ التحصیل میشه و برای ادامه کار به خارج از کشور سفر میکنه، اما به مهدی قول میده که روزی کاری رو که آغاز شده بود یعنی دعواشون رو یه روزی به پایان برسونه. 3 سال بعد مهدی به عنوان مربی نرم افزار در یه شرکت خصوصی کار میکنه. نگرش او بسیار آرام شده اما تغییر نکرده. در سفرش از ممبئی به دهلی دختری رو میبینه که با چند بچه زیر بارون میرقصه. او فقط با نگاه اجمالی به اون میبینه و تحت تاثیر زیبایی او قرار میگیره و او را My kind of girl خطاب میکنه. بعدن او و دوستاش در کالج در مراسم عروسی یکی از همکلاسی‌های سابقش شرکت میکنن، جایی که از شانس مهدی دوباره دختر رو میبینه و متوجه میشه که نام او رینا مالوترا، همین دیا میرزای خودمونه. او عمیقا جذب او شده و سعی میکنه بیشتر در مورد او بدونه، اما بیهوده است. با این حال مهدی متوجه میشه که رینا قراره با راجیف، یعنی دوست دوران کودکی او که در ایالات متحده زندگی میکنه، نامزد کنه. مهدی همچنین میفهمه که رینا نمیدونه راجیف اکنون چه شکلیه و هفته آینده برای ملاقات با او به هند میاد. او که به شدت عاشق رینا شده از فکر از دست دادن عشقش ناامید شده، ولی خب پس از متقاعد شدن توسط پدر و دوستاش تصمیم میگیره تا وانمود کنه که راجیفه و بعداً در زمان مناسب هویت واقعی خودش رو به رینا بگه. او با استفاده از نام راجیف وارد زندگی میشه و ازش میخواد قبل از نامزدی 5 روز رو برای شناخت هم از خانواده هاشون پنهونی با هم بگذرونن. اونا در این 5 روز اوقات خوبی رو با هم میگذرونن. مهدی عشق خودش رو به رینا نشون میده، اما رینا که از یک خانواده متوسط و سنتی هست به سختی اونو به عنوان یه دوست میپذیره. همه چی خوب پیش میره و زمانی که رینا به او اعتراف میکنه که او نیز عاشقش شده، مهدی تصمیم میگیره هویت خودش رو فاش کنه. متاسفانه قبل از اینکه بتونه این کار رو انجام بده، راجیف واقعی برمیگرده. فردای اون روز مهدی با دستگل میاد دم در خونه رینا تا هویت خودش رو بهش بگه، اما خب رینا از فهمیدن فریبکاری او هنوز در شوکه و نمیخواد با او حرفی داشته باشه. مهدی سعی میکنه رینا رو در مورد نیت واقعی خود متقاعد کنه، اما او حاضر به صحبت با اون نیست. او و دوستاش وقتی برای تهدید راجیف که از ازدواج منصرف بشه خونه او یوریش میبره، میبینه که راجیف کسی نیست جز سم، رقیب دانشگاهی او. شوکه میشه و از سم میخواد خودشو کنار بزنه، زیرا این دوران دانشگاه نیست که او کوتاه بیاد. مسئله عشق و زندگی اوست و او این بار جدی است. سم یعنی راجیف موضوع رو از رینا میپرسه. رینا همه چی رو اعتراف میکنه و با اعتراف او سم بیشتر عصبانی میشه که فریبکار او در واقع رقیب قدیمی او در دانشگاهه. راجیف معتقده که مهدی تنها به دلیل رقابت اونا و برای انتقام گیری با نامزدش رینا درگیر شده. این بار او با چند تا از دوستاش جلوی مهدی وای میسته و با جمله‌ای که من در جای میزنم که بیشترین درد را احساس کنی، کارت دعوت ازدواج خود و رینا رو به مهدی میده و ازش میخواد اشتباهاً هم به جشن عروسیشون نیاد. مهدی سعی میکنه با رینا صحبت کنه و حقیقت رو صمیمانه به او بگه، اما او هنوز از او متقاعد نشده. پس از شکست تلاش‌های مکرر او برای صحبت با رینا تصمیم میگیره صورت راجیف رو داغون کنه، اما به اشتباه خودش پی میبره و دست از این کار میکشه. او به راجیف اجازه میده به رینا برگرد و به دوستاش میگه که اونا مرتکب اشتباه بزرگی شدن، از نام کسی سوء استفاده کردن و بعد چند نفر یکی رو گرفته و صورتش رو داغون کنه سبک اون نیست. رینا متوجه میشه که علی‌رغم فریب مهدی در واقع شروع به عاشق شدن با مهدی کرده، اما خب اون نمیخواد تصمیمی که والدین او در بچگی گرفته بوده رو کنار بزنه و آبروی خانوادش رو ببره. در نهایت جشن عروسی گرفته میشه و در جریان ازدواج راجیف با سکوت چهره خسته رینا روبرو میشه. از او میپرسه که آیا او رو دوست داره یا مهدی رو. رینا جواب نمیده و حاشیه‌روی میکنه.
راجیف مصممه که باید جوابش رو بدونه. او کار رینا رو ساده میکنه. ازش میخواد چشمش رو ببنده و ببینه کی جلوی او ظاهر میشه. کاری که رینا همیشه در انتخاب خود انجام میده. او چشمش رو میبنده و طبق معمول میدی رو میبینه. اما برخلاف میلش میگه من نمیخوام تصمیم زندگیمو با یه چشم بستن بگیرم. راجیف که متوجه میشه رینا هنوز میدی رو دوست داره عصبانی میشه. در این بین میدی پیشنهاد کاری رو که قبلا رد کرده بود قبول میکنه. تصمیم میگیره به کالیفرنیا بره تا از خاطراتش با رینا راحت بشه. در فرودگاه میدی در حال خداحافظیه که راجیف به فرودگاه میره. او فکر میکنه که راجیف اومده تا یه بار دیگه اونو سرزنش کنه و درگیر بشه. اما با کمال تعجب او رینا رو برمیگردونه و بهش میگه اون روز تو پارکینگ اگه میخواستی صورت منو داغون کنی میکردی و امروز اگه من میخواستم قلب تو رو بشکنم کرده بودم. راجیف به شکسته است، اما نگرش قدیمی خودش رو نسبت به میدی وانمود میکنه و میگه ما هرگز نمیتونیم دوست باشیم و برای اونا آرزوی موفقیت میکنه. رینا احساسات خودش رو نسبت به میدی بیان میکنه. میدی دست اونو تکون میده و این بار با هویت واقعی خودش رو به اون معرفی میکنه و فیلم تموم میشه. این فیلم که در سال 2001 منتشر شد اولین فیلم مدیا میرزا و مدوانه که هر دو توسط همین فیلم به بالیوود معرفی شدند. فیلم نه تنها تو هند بلکه تو خیلی از کشورهای آسیایی و اروپایی با استقبال گرم بینندگان مواجه شد. اما شهرت او در ایران با خبر همبازی شدن او با رضا گلزار در فیلم ایرانی هندی سلام بمبئی او را در صدر اخبار قرار داد. انتشار عکس‌های دو نفری او با گلزار شایعه ازدواجش با او را منتشر کرد. گرچه این شایعه با انتشار خبر متأهل بودن وی کاهش پیدا کرد، اما همچنان جزء اخبار داغ به شمار میاد. او در جریان سفرش به ایران ایرانیان رو خوشبربرترین مردم کتاب حال دیده است عنوان کرد. در مدت زمان ضبط فیلم سلام مومبی او با کمک گلزار تونسته چند جمله فارسی هم یاد بگیره. اگه علاقمند فیلم سلام مومبی هستید یه لایک به این ویدیومون بزنید و برامون بنویسید تا یه ویدیوی اختصاصی براش بسازید. و اینکه شناخت شما با این هنرمند زیبا با چی فیلمی بوده لطفاً کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.